این دانشنامه دارن هر مسئله ای که به هویت ایرانی ما ارتباط پیدا میکنه اون دارن کم رنگ میکنن، اون دارن رد میکنن. چرا؟ برای خاطر همینطوری که عرض کردم بهایی ها دستور دینی دارند که وطن دوست نداشته باشند و میهن خودشون قبول نداشته باشند و با میهن پرستی مخالف هستند، جهان وطن هستند. آقای احسان یار شاطر غیر از جهان وطن بودن فراماسونر هم هست. ایشون کاری نداره، تشریف ببرید هر یک از این کتاب هایی که در مورد فراماسونری چاپ شده نگاه کنید، مثلا کتاب حسین میر که اسامی همه فراماسونرها رو داره، ببینید که یار شاطر فراماسونر هست. فراماسونرها همچون طرفدار آزادی، برابری، برادری هستند، اونها هم با وطن پرستی و ملی گرایی سخت مخالفن. در این ایرانیکا هر مدلی که راجع به هویت ملی ما ایرانیان هست همه رو دارن از بین میبرن. نه تنها در مورد هویت ملی ما، هر چی که مربوط به تاریخ ما و یک ارتباطی داره با فرض کنید پادشاهان پهلوی نابودش میکنن. آبرو منم بردی. الو سلام، هوا چطور؟ هوا فینگیر بچه چند؟ فین بچه فین چند؟ تخفیف نه الهی به زمین گرم چه باش، یه دور زد برگشت باش. بای زبان خارجی هم مثل بلبل صحبت میکنه اصلا. بابا جا اینو که بهش صحبت کردی ما که نفهمیدی، فارسیش هم بگو ببینم چی گفتی. فارسیه چیه؟ این همش فارسی بود که از قدیم تر زمان تا امروز زبان و هویتمون عوض نشد. اما خط، شما زبان فارسی میتونید به خط چینی هم بمیسید، به خط سانسکریت بمیسید، به خط لاتینی بمیسید، به خط عبری بمیسید. وقتی که مرحوم دکتر سیاسی این مطلب رو مطرح کرد، من هم مثل اون معتقد شدم که باید خط لاتین هم. چرا؟ برای اینکه یه خطی سوال وعال ها رحمر داره، دومی که آدم راهش به خوندن خطوط قالب ممالک متمدن دنیا باز میشه، حرکت ها همه حرف درود توی کلمه گنجانده میشه و ضرری هم زبان ما نمیزد. زبان فارسی اضافه شد، اون رو باید محفوظ نگه داشت و در توسعهش کوشی. زبان میتونه از هر زبانی قرض ما مثلا از فرانسه گرفتیم، از انگلیسی گرفتیم، زیاد نیست. با چه اساسی این واژه ها انتخاب میشن؟ شورشی، پیکارجو، شبه نظامی، اسمایی که شما روی در بی بی سی روی گروه های مختلف میگذارید با چه اساسی انتخاب شدن؟ قبل از اینکه من سعی بکنم که این جواب بدم، باید اول بگم که واقعا این مسئله بسیار پیچیده و دشواریه و اصولا در زبان فارسی گویای مشکلی هست که شما بتونید واژگانی رو پیدا بکنید که خونسا باشند و همه روش توافق بکنن و بتونی ازش استفاده کنید. Celebrate the life and achievements of an individual who has made a fundamental impact on the Iranian culture, civilization and language. In fact, it is for his vision and perseverance
that Iranica was born. It is the belief in what you are doing merits that kind of a commitment. With dedication, with stubbornness. من در زندگی خودم کمتر کسی رو دیدم که از بعد از ابتدایی بورس گرفته باشه تا حالا. یعنی ایشون که الان حدود 90 سال یا خورده بالاتر یا خورده کمتر داره، در تمام این مدت همش بورس گرفته، بورس گرفته، بورس گرفته بعد از تحصیلات ابتدایی، برای دانشگاه و دانشگاه مقدماتی و بعد برای دوره لیسانس و نمیدونم دوره فوق لیسانس و دکترا و انگلستان و برگشتن و همش در حال گرفتن بورس 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 بوده. چند دفعه هم یک دو نفر فرستادن اینجا که ما میتونیم کمک مالی بکنیم. من گفتم هیچ ارزی نداره، خیلی ممنون میشیم. چون من هم شفتم پول مال اینا نیست، پول مال ملت ایران، اگه به ما برست چه میداره. ولی شرطشون همیشه اینه که یک کسی از اینا باشه توی هیئت نفر ها و بگه اینه چرا اینجور جا کردیم. حسن دانش نامه اینه که 100% مستقل کنید. در فصل ربیع که سولت برد آرمیده بود و اوان دولت ورد رسیده، این جمله را اگر زیر و زبر آن آشکار نباشد میتوانید بخوانید. وقتی به این گونه جملات برمیخورید از خط کنونی فارسی آسی نمیشوید. بر زبان فارسی گویای مشکلی هست. آیا این نارضایتی نباید ما را به سوی خط جدیدی هدایت کند؟ این خط را کی پذیرفتیم؟ و آیا با جهان کنونی و تکنولوژی های معاصر سازگار است؟ بر زبان فارسی گویای مشکلی هست. خط فارسی اینقدر سخته که باید خط رو اول بفهمید، کلی کلنجار برید باش تا بعد برسید به زبان. یعنی انگار این خط یک سدیه. بر زبان فارسی گویای مشکلی هست. با این پیشنهاد رادیکال موافق هستید که ما یکی دو تا خط دیگه هم داشته باشیم برای متون خاصی، مثل متون علمی، مثل نمیدونم پیامک ها، ولی این خط اصلی رو هم نگه داریم و گاه اینا رو تلفیق کنیم. بر زبان فارسی گویای مشکلی هست. هیچ دلتون برای ایران تنگ میشه؟ الان نزیاد. علتش اینه که من هیچ وقت خارج از کار ایران نبودم، چون تمام کارهای من با ایران ارتباط داره. بعدم میدونید وطن بیش از اون که خاک و دره و رود و کوه و ساختمان باشه، واقعا فرهنگ برای من به عنوان وطن زبان فارسی، ادبیات فارسی، شعر فارسی و فرهنگ ایران به طور کلی وطن منه. این که مجموعه نسبتاً خوبی فرام شد و اینها را آوردم با امریکا، پیش خودم فکرم خب من یه مدتی لذت اینها را بودم، به قول معروف یک وقت برای جمع کردنه، یه وقتم برای خرج کرد. این چیزهای عتیقی که من دارم که البته خیلی هاش مربوط به هنر اسلامی، مثل کاسه و کوزه زیر خاک، اینجوری چیزها و تونگ های مختلف که اینها رو ببرن در لندن حراج کن. اینها مجموعاً نزدیک به 300,000 ببخشید 3 میلیون دلار شد. رساله دکتریش نظریه ای انقلابی و جدل انگیز را مطرح می کرد، اینکه معشوق در ادبیات فارسی نمیتواند زن باشد. اشعاری هست که داد میزنه که مربوط به یه جوان است. چرا حافظ پیرهن چاک و غزل خوان صراحی در دست؟ حالا شما اینو مجسم کنی میتونه زن باشه؟ پیداست جوانی محض کرده، بطری شرابش هم دستیه، داره غزل میخونه و
مسخرگی میکنه اولان بر زبان فارسی گویای مشکلی هست. من فکر میکنم که خط اصلی رو میشه با همین حالا لاتین یا هر اسمی که میخوام بذارین یا همون پرسیکی که آقای گوره علا بذاشت، این رو میشه ارائه داد، چون که همین خطی که معلوم بودن کتابی که نوشتیم ارائه میشه. ما برای همه صداها فقط یک حرف داریم، مثل انگلیسی نیست مثلا H, S, H یا C, H، فقط یک حرف داریم، خیلی راحت تر خوندنش. این بسلا اگر عنوان پیشنهاد خط اصلی باشه، ولی در ضمن در کنارش این خطی که امروز خط فارسی عربی هست در مدارس اونم تدریس بشه. بر زبان فارسی گویای مشکلی هست بلی هست. من گمان میکنم ترکیه اگر امروز میخواست این کار بکنه این کار ممکن بود. همچنان که دیگه اگر زمان رضا شاه هم با خب روی تقلید از پروژه آتاتورکی مثلا با زور دیکتاتوری این کار شده بود، خب شاید هم ایران هم مثل ترکیه شده بود، مثلا خط ما دیگه حل شده بود یک بار برای همیشه. قبل از اینکه من سعی بکنم که این جواب بدم، باید اول بگم که واقعا این مسئله بسیار پیچیده و دشواریه، اصولا در زبان فارسی گویای مشکلی هست که شما بتونید واژگانی رو پیدا بکنید که خونسا باشن و همه روش توافق بکنن و بدونی ازش استفاده. آقای ماجرای، تئوری و تحقیق و پژوهش یک چیز، اما واقعیت‌های امروز هم چیز دیگری است. تقریبا هیچ کشوری در دنیا نیست که امروز مرزهاش بر خون مردم دیگری بنا نشده باشه. هر کشوری از آمریکا، ایران، عراق و اردن و سوریه، همه کشورهای به اصطلاح جعلی هستند که بعد از سقوط امپراتوری عثمانی به وجود آمد. 50 سال، بیش از 50 ساله که ما رفیقیم، رفیق صمیمی هستیم، یار غاریم، اسراری جدا از هم نداریم، در همه این مسائل با هم مشورت میکنیم، خیلی نزدیک افکارمون. سلام، به آخرین بخش خبری سال 1393 از تلویزیون فارسی بی بی سی. در این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفع دوشان، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفع دوشان. آب برد را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. آهانی متشکریم. این دارایی از غنایم اسلام است. من فکر می‌کنم تو این کشور دو نفر که به هم نزدیکتر از من و رهبری باشن شما پیدا نمی‌کنید. آخر سوالی بود که آیا ایشان را همچنان دوست دارید؟ خیلی خیلی، من عشقم آقای خامنه ای. دهه 60 هم که دیگه 30 سال ازش گذشته، دیگه اصلا کسی یادش نیست. من عشقم آقای خامنه ای. مغازه بود که میده به هم به جای رانی روحانی متشکری. دل خوش به این مقدار نراسی، ما هم دنیا را میکنیم و آخرت را. کسی غیر دینی علاوه بر این که مستقل نمیشه، ما نمیخوایم. من شخصا به عنوان ناظر از بیرون نگاه میکنم، به عنوان ایرانی راضیم. این دارایی از غنایم اسلام است. آرهای ایران نباید آرهای شانگهایی باشد، باید آرمهای اسلامی باشد. از همه وزارتخانه ها،
از همه ادارات باید این چی خوشید منحوس قطع بشد. آثار اسلام باید باشد یا آثاری که تمدن است. و دموکراسی غیر دینی علاوه بر این که مستقل نمیشه، ما نمیخوایم و اکثریت جامعه ما نمیخواد.